بچه ها، این نقشه جغرافیاست. بچه ها، این قسمت اسمش آسیاست. شکل یک گربه در اینجا آشناست. چشم این گربه به دنبال شماست. بچه ها، این گربه ایران ماست. ایران ماست. بچه ها، این سرزمین نازنین دشمن بسیار دارد در کمین، داغ دارد هم به دل هم بر جبین. بود نامش از قدیم ایران زمین، یادگار پاک قوم آریاست. بچه ها، بچه ها، از هر گروه و هر نژاد دست اندر دست هم بایست داد. فارغ از هر زنده باد و مرده باد، سر به راه مملکت باید نهاد. مام میهن عاشق صلح و صفا است. بچه ها، این پرچم خیلی قشنگ، پرچم سبز و سفید و سرخ رنگ، هم نشان از صلح دارد هم ز جنگ. خار چشم دشمنان چشم تنگ، افتخار ما به آن بی انتهاست. بچه ها، این خانه اجدادی است، گشته ویران تشنه آبادی است. خسته از شلاق استبدادی است، مرهم دردش کمی آزادی است. آزادی است، مرهم دردش کمی آزادی است. بچه ها، این کار فردای شما است. این کار فردا شماست. با درود بینندگان گرامی، من آریو برزن پیروزنیا، امشب 11 ماه ژوئن سال 2012 میلادی، برابر با بامدادان سه‌شنبه 23 خرداد ماه سال 2571 ایرانی، برنامه دیگر از سری برنامه‌های ایران امروز، ایران فردا رو از شبکه تلویزیونی اندیشه با حمایت و همکاری جناب آقای عماد در اتاق فرمان تقدیم شما میکنم. برنامه امشب تکیه کوچیکی برای یادبودی داره و بعد از اون در حضور دوستان خواهیم پرداخت به جریاناتی که 3 پیش مملکت ما رو بار دیگر تکان داد و میپردازیم به ریشه های جریان و چرا اینکه جریانی که میتونست بره و ضربه کاری بر حکومت ایدئولوژیک مذهبی جمهوری اسلامی وارد کنه نتونست کارگر بشه و امروز نیز ما هنوز بعد از 33 سال در پشت یک دونه پیچ و خم بار دیگه گیر کردیم. اما در شروع برنامه، دیروز 10 ژوئن بود و 11 سالگرد درگذشت شاهدخت لیلا پهلوی بود، دختری معصوم از خاک ایران زمین که بسیاری دیگر از دختها و فرزندان ایران قربانی مستقیم یا غیر مستقیم حکومت ایدئولوژیک مذهبی جمهوری اسلامی شد و بین مثل بچه های بسیاری از بچه های دیگر، دختر و پسر، آینه امیدها و آرزوها شکست. من در اینجا میخواستم یک به خانواده پهلوی تسلیت خودم را عرض کنم و بعد هم به تمام مادران و پدران ایرانی، به تمام خواهران و برادران ایرانی که هر کدوم
جوانی رو در این 33 سال مستقیم یا غیر مستقیم اعدام گشته یا در حقیقت از بین رفته به دلیل تمام نامساعدتی هایی که جمهوری اسلامی و شاید در حقیقت بهتر بگم خود ما مردم بر سر خودمون آوردیم به جمهوری اسلامی زاییده اون هست، به تمام اونها تسلیت بگم و همه عزیزان ما شاید امیدوارم روزی بشه که این کتاب تاریک، این کتاب تیره، این کتابی که گرد مرگ و نیستی هست و در فرمیت جمهوری اسلامی نام گرفته و شاید تیکه چرک جامعه ما، تیکه چرک خودمون باشه، این روزی با خرد و آگاهی و با گذشت و انسانیت و محبت در کشور ما به پایان برسه تا اونچه که بر این عزیزان و بر ما روا رفت بر نسل‌های آینده نشه چنین چیزی. من باز هم مراتب تسلیت خودم رو ابراز میکنم و در اینجا قطعی هست به مناسبت این 11 سالگرد در گذشت لیلا پهلوی از آقای اماد ممنون میشم پخش کنم و بعد برمیگردیم در حضور تو خواهیم. آشنای شبهای من کو، دیروز من کو، فردای من کو، شهزاده من، رویای من کو، کو هم قبیله لیلای من. وقتی نوشتم عاشق ترینم، گفتی نمیخوام تو رو ببینم، برات نوشتم یه بیقرارم، با خنده گفتی دوست ندارم. رو بغزم را نامه نوشتم، قلبم و مهره نامه گذاشتم، با تو میگیره ترانه هم جون، نباشی میمیره مجنون. کو آشنای شبهای من کو، دیروز من کو، فردای من کو، شهزاده من، رویای من کو، کو هم قبیله لیلای من کو. چند روز بارون داره میباره، بوی شکستن برام میاره، میگه غزل پوش تو رو نمیخواد، لیلای خوابه دیگه نمیاد. کو آشنایه
صدای من شهزاده من رویای من کو اونم قبیله لیلای من کو رو بغزم را نامه نوشتم قلبم آماره نامه گذاشتم تا تو میگیره ترانم وقتی نباشی میمیره مجنون کو آشنای شبهای من کو وقتی نباشی فردای من بله هم میهنان صحبت از این بود که 3 سال پیش تقریبا پس فردا تظاهرات گسترده‌ای در سراسر میهن ما به دنبال اون چیزی که پروسه انتخابات خیمه شب‌بازی حکومت بود انجام شد و ظرف روزهایی که آمد شاهد حضور صدها و صدها هزار تن از میهنانمون در سطح مختلف در سطوح مختلف شهر تهران بودیم و در حقیقت رژیم رو ناگهان دیدیم که به گونه آچماز شد و مدتی دست و پای خودش رو گم کرد که یادگار اون به چندین سال قبل به 1378 و در پی جریانات قیام دانشجوی 18 تیر میره. تعداد بیشماری از میهنان ما 3 سال پیش کشته شدند، مداها و دیگران، و متاسفانه باز هم علارغم اینکه برای بسیاری در اون کسانی که خصوصا خودشون رو جزو اپوزیسیون حالا از چپ و راست گرفته از جمهوری خواه و مشروط خواه گرفته بگذاریم مینامیدند، موقعیتی استثنایی بود که پدید آمد، یعنی خیابان‌های تهران لاعبل در سطوح بسیار گسترده مردم دختر و پسر، زن و مرد، پیر و جوان به خیابان‌ها آمدند و دیدیم که در روزهای نهایی و قبل از اون سرکوب و اون نطق کذایی سید محمد علی خامنه‌ای بخشید، واقعا اگر شاید تشکیلاتی وجود داشت و یا پروژه یا برنامه‌ای بود میتونست اون رو ببره تا به اون نقطه جوشش برسونه. اما چرا چنین چیزی نشد؟ بیشک به یاد همه داریم که کسان بسیاری خصوصا در خارج از کشور سعی کردن این حرکت مردمی رو که در اون البته دست‌هایی از در بعضی از بخش‌های خود همین حکومت در یک تفکر اصلاح طلبانه یا رفرمیستی بخواهند به قول معروف دعوا در پایین و چک و چانه زدن در بالا رو انجام بدن، یا به اصطلاح دیگری اون عامیانه تر دعوا بر سر لحاف ملا، مردم بار دیگر همانند 18 تیر به دلیل اون خشم، به دلیل اون نارضایتی، به دلیل اون نخواستن تمامیت و کلیت حکومت جمهوری اسلامی به مراتب این جریانی رو که باید در یک جریان بسته بازی می شد رو به گونه دیگر سقل دادن و دیدیم که سرانجام بعد از چند روز
رول ها فقط تغییر کرده، این بار آقای خامنه‌ای به جای آقای خاتمی حضور پیدا کردن و نطقی کردن و بعد سرکوب گسترده آغاز شد. بد نیست برای اطلاع دوستان برگردیم من گمان کنم به سال 1997. در چند برنامه پیشم اشاره کردم و بسیاری دوستان هم در برنامه‌های گوناگون اشاره کردم و سالها پیشم در شبکه‌های گوناگونی که خود من و دوستانم صحبت می‌کردیم به این نکته اشاره کردیم که اصلا توهم اون چیزی که به نام اصلاحات به وجود آمد در پسای اون رأی جنجالی دادگاه میکونوس و اون آقای برونو یوس بود، دادستان آلمانی که برخلاف موج شنا کرد، یعنی در راستای کشتار سران حزب دموکرات کردستان ایران ناگهان یک دادگاهی پیدا شد بعد از چندین سال پیگیری که یک دادستانی در اونجا نام بلندترین پایه‌های حکومت اسلامی از آقای علی فلاحیان، آقای ولایتی و و و دیگران رو همه رو به داخل این جریان کشون و حکم پیگرد براشون صادر کرد. در ملاحظات اگر به یاد داشته باشین کشورهای اروپایی در یک اقدام صرفاً سمبولیک برای مدت یک ماه تنها سفرای خودشون رو ناچار شدن بعد از سالها که در ایران خون و جنایت بود و همه به خوبی میدونستن به بیرون بکشونن و نظام هم در نتیجه با یک عده آدم بسیار زبر و زرنگی که درش داره و به قول معروف توصیهاتی هم که بهش میشد شروع کرد به یک گونه بازی به طریق بازی هایی که در بلوک شرق به وجود می آمد و شاید بهترین کسی که در این رابطه رمان نوشت در مورد بلوک شرق و حرکت های اون ولادیمیر ولکوف بود و اون کتاب معروف مونتاژش هست که من امیدوارم اگر هم میهنان بتونند خصوصا اونهایی که فرانسه بلد هستن این کتاب رو حتما مطالعه کنند. بسیار جالب نقطه چیزهایی که شما می بینید عین بعضی چیزها کپی کنفرمه اتفاقاتی که می افته. ما اصولا مردمی هستیم که غیر از اون استعداد خارق العاده‌ای که جوانان ما دارن ولی کپی رو خوب بلد هستیم انجام بدیم و مسلماً کسانی که در این دم و تشکیلات به قول اون اصلاح طلبی حکومت بودن این بلوک شرق رو تا حد زیادی و فعل و انفعال و بازی های خارجی پسندی رو که در اون شده بود خوب ازش الهام گرفتن و بازی کردن. در داخل مملکت هم خب مسلمان به دلیل فقدان امکان هر گونه تشکیلات سیاسی خب این بسیار براشون راحت بود، ولی فکر کنم راحت تر از همه اینها اون بود که متاسفانه اون چیزی که نام اپوزیسیون خارج به خودش میداد که بسیاری لااقل بخش های عمده ای از اون هم کسانی که به قول معروف بیشتر از توی کتابخانه ها از کتابخانه های گم و تاریک شده به دلیل دوستی هایی که با کسانی در رادیو و تلویزیون داشتن و کلوب بود، واقعا کلوب دوستان سابق بود، همدیگر در میافتن و ناگهان آقای دکتر آقای مهندس و غیره هر شب و هر شب این اشخاص دوباره از توی تاریک خانه به بیرون می آمدن و به عنوان در حقیقت فلاسفه و اساتید و استاد و انسان های باخرت به خورد جامعه داده می شدن و دیدیم که بسیاری از اینها که نامشون هم دراست هست، من فقط آقای نوری‌زاده رو نمیگم که با ایشون خصومت شخصی من با کسی ندارم یا آقای علمداری رو صرفا تنها نمیگم خصومت شخصی من ندارم، امثال مثل اینا آقای پرهام، آقای باقرزاده و و و و و اینها ناگهان پیدا شدن و شاید بیش از اون که بخشی از حکومت انتظارش رو داشتن آب به آسیاب ندانسته بسیاریشون تبلیغاتی حکومت ریختن. کسانی مثل آقای محمد عرسی ناگهان از یک جناحی که باید لااقل چپ و پیش رو باور بود ناگهان همه اینها یا آقای دکتر مرتضی محیط همه اینها شده بودن ناگهان بلندگوهای تفکر اصلاح طلبی
در خارج از کشور. حالا این یکی بیاد این رو صحبت کنه، خب کسانی که از قشر ماتریالیست یا قشر پروگرسیست توسعه‌گرای چپ هستن چگونه میتونن با ارتجاع رو در حقیقت روزی عامل محرک پیشرفت و اجتماعی یا کونت الکسیس دو توکویل یا مونتسکیو یا جان لاک یا میلتون حساب کنن؟ اون صحبتی است که گمان کنم روزی تمام این آقایون مسلماً باید یک روزی این رو، اگر من جاشون باشم، این رو توضیح باید برای جوانان ایران بدم. اما در هر صورت این حرکت ها و مماشات یا دوستی بیش از حد بعضی از کسانی که در رسانه‌های مطبوعاتی ایرانی خارج از کشور خصوصا در سطح لس آنجلس بودن به گونه ای شد که حکومت اسلامی واقعا بیش از اون که میتونست انتظارش رو داشته باشه ناگهان این موج انعکاس تبلیغات خودش رو از لس آنجلس بود. خب مسلما برای جامعه‌ای که در داخل ایران جوانهایی که سالها و سالها هنوز هم مثل امروز فیسبوک و اینترنت و غیره و غیره نبود که بعضی از ما بعد از نوشتن چهار تا مقاله در فیسبوک اصولا احساس این ذات ما مردم از احساس عالمی و فضل اکثرمون میکنیم. من نمیخوام همه رو بگم ولی هستن بسیاری به خود ما ایرادات معنوی خودمون رو میشناسیم. اون زمان این چیزها هم وجود نداشت، در نتیجه خیلی راحت بود انعکاس بازی که حکومت اسلامی بخشهایی از اون مثل کسانی که تشکلهای آقای بهزاد نبوی و در حقیقت سر کنسرسیوم های نفتی گنده مثل شرکت پتروپارس در جزیره جبل الطارق برای اطلاعاتون ثبت هستش، اینها در حقیقت با بخشهایی از اروپا این بازی رو شروع کردند و متاسفانه این اپوزیسیون هم یا بخشهای عمده از این اپوزیسیون هم مرتب آب به آسیا به این تبلیغات میریخت و خب این انعکاسش برای داخل ایران برمیگشت و ناگهان محمد خاتمی و غیره و غیره به همت هم این جریان هم مسلماً اون دست بازی رو که برای بخش‌های خودی در داخل کشور از دفتر تحکیم وحدت و ایسنا و غیره و غیره به اسم جنبه و اقسام جنبش‌های دانشجو به وجود آورد، این جریان به جلو می‌رفت و دیدیم که خب متأسفانه همونجور که من یا خوشبختانه همونجور که در چند برنامه اشاره کردم اصلاحات یا به قول معروف اولا که به قول آنتونیو گرامشی گفته کاملا درسته حکومت های ایدئولوژی کابیت استحاله ندارن، ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد یک حکومت ایدئولوژیک بر یک پایه ایدئولوژیک وجود داره، اگر اون نباشه اصلا وجودیت نداره. اون که حرف از جمهوری اسلامی میزنیم مسلما این پسوند اسلامیت جمهوری تمام مبانی ایدئولوژیک اون رو براش خلاصه میکنه، محتوای این جمهوری بر تکیه لااقل بر قرائت اسلام اون گونه است که این حضرات دارن و این رو از قانون اساسی، یعنی اگر هرم کلزن رو دوستان وارد باشن هر قانونی به قانون بالاتر که مسلما اون هرم کلزن بالای همش قوانین اساسی مملکت هست از اون اقتباس میکنه. در نتیجه موقعی که صحبت از اصلاحات و رفرم شد این رو آقایون یادشون رفت که اولا یک چند فاکتور فراموش شده داریم، مثلا که اولا دنیا یک دنیای آکواریومی نیست که شما تعدادی رو مثل ماهی در اون نگه دارید بخواید چراغ براشون روشن کنید اکسیژنش رو بیشتر کنید یا کمتر کنید یا غذا بریزید هر روز اونا هم همون تو دور بچرخن. موقعی که برای مردمی ما میایم حرف از دموکراسی میزنیم اولین لازمه دموکراسی پاسخگویی و مسئولیت هستش، بعد آزادی بیان و آزادی مطبوعات هست. دیدیم که ناگهان در روزنامه سلام مقاله نوشته شد و بسته شد و بعدم تظاهراتی کوتاه در کوی دانشگاه آغاز شد و حمله شد و بعد هم دامنه این اشتعال پیدا کرد به طوری که 5 روز مداوم به طول کشید و سرانجام همین آقای سید محمد خاتمی، یعنی کسی که بسیاری از این جوانان باور میکردن که ایشون قراره براشون آزادی و دموکراسی بیاره، سرانجام در رول تمام و عیار خودش به عنوان ریاست جمهوری اسلامی و در عین حال عضو عالی شورای انقلاب حضور پیدا کرد و فرمان سرکوب جنبش 18 تیر رو داد. در نتیجه اون چیزی که نام فاز اصلاح طلبی حکومت نام گرفت در اونجا کملکون برای اونهایی که لااقل حافظه تاریخی دارن تا
تمام شد، گرچه که هنوز تا چند سال بعد در خارج از کشور بعضی از همین آقایون یا خانمایی که نام بردم هنوز و هنوز بلندگوی چیزی بودن که اصلا خودش این وجودیت رو در خارج از کشور نداشت. و جالبی که هنوز موقعی که صرف از سید محمد خاتمی ما میزنیم، بار پیش هم اشاره کردم، بسیار دوستان هم اشاره کردن چند وقت پیش که این انتخابات میان دوره‌ای بود، بعضی ها تعجب کردن که چطور سید محمد خاتمی رفته در دماوند رای داده، طرف با اون گفته بود من رای نمیدم و غیره و غیره، ولی رفته رای داده. متاسفانه دوستان تمام این حقایق زیر رو و حتی گفته های بسیار سرانجام شفاف خود آقای خاتمی رو چند سال بعد از اینکه از مقام ریاست جمهوری اسلامی کنار رفتن رو فراموش کردن که اگر اینها مشکلی داشته باشن، مشکلشون بر سر اساس نظام جمهوری اسلامی نیست، حالا فرمش طریقش ممکنه فرق بکنه، ولی حکومت زاییده و پرورده خوزعبلات این آقایون و خانوم ها هست و اون رو هیچ وقت گمان نکنید میآیند اون نوع دموکراسی سکولار ملی یا عرفی ملی رو که امروز خواسته اکثریت جامعه بسیار پیش روی ایران هست، خصوصا با ضریب این اکسپوننشیل در حقیقت گسترش امکانات دستیابی به مطالب به دلیل گستره تکنولوژی، این رو بخوان اونها باهاش کنار بیان. من برمیگردم به این صحبت، میخوام فقط برای اینکه بار دیگر تاکید کنم، چون نشون داده شده یکی دو سه بار و در برنامه دو هفته پیش من نشون داده شده بود، اما برای اینکه دوستان بیادشون بیاد، آقای عماد اگر میشه ویدیوی دو رو از دقیقه 0 تا 43 ثانیه سپاسگزار میشم تکرار کنین، سخن خود آقای سید محمد خاتمی هستش. کشور دموکراسی مستقل نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر اینکه مستقل نمیشه ما نمیخوایم و اکثریت جامعه ما نمیخواد. شما حق دارید بگید که چرا این شعارهایی که مطرح کردید درش پیشرفت حاصل نشد. این حرف درستی است. ما خیلی شعارها دادیم که تحقق پیدا نکرد، اما این به معنی عقب نشینیه؟ یعنی بنده بیام اعلام جنگ بکنم با نظامی که اصلش رو قبول دارم و معتقدم اگر این از بین بره اونورش اصلا معلوم نیست چی باشه، حالا منهای اعتقاد حضراتی که خواست داره. بله دوستان، گفته های بسیار شفاف خود سید خندان آقای محمد خاتمی بود برای اونهایی که فراموش کردن. حالا نکته جالب اینه که این شخص بعد از اینکه خب سالها بسیاری مثل خود من، اونهایی که به یاد دارن شاید جزو اولین کسانی که در تلویزیون‌های خارج از کشور، در بعضی از تلویزیون‌ها که اون زمان صرفاً سیاسی هم اکثر اینها نبودند، می آمدیم و این صحبت‌ها رو می‌گفتیم، می‌کردیم، به عنوان عده‌ای رادیکال هم شاید از همون نام برده میشد. و میگم من تو مثلا من یه خاطرات شاید بسیار تلخی هم از بعد از این جریانات داشته باشم، اما متاسفانه همین اشخاص، بسیار از همین هایی رو که نام بردم، نه این سال ها همین گونه برنامه ها رو ادامه دادن. حالا اگر اون گونه دیگر نمی آدن در محافل ایرانی اون گونه مثل تمام مدت سخن بگن، اما در اون چیزی که در رابطه با محافل خارجی بود، این فروش توهم اصلاحات از درون رو همواره ادامه میدادن و این کار به اونجا رسید که حتی دیگه به طور علنی ما شاهد این بودیم که یواش یواش از داخل کشور هم بسیاری از همین به اصطلاح اصلاح طلبان که خودشون قربانیه در حقیقت خطهای گوناگون حکومت شده بودن، چون ضمن اینکه باور به جمهوری اسلامی دارن اما یه چیزهایی رو شاید به همون گونه صرفا نخوان، اونها هم قربانی همون دستگاه میشن، هیچ فرقی نمی‌کنه. یک نظام ایدئولوژیک این ماهیتش از خودی و ناخودی رو هر جایی که از اپسیلونی تغییر بخواد پیدا بکنه، برای اینکه خط اون موضوع اون در حقیقت اون خشتی است که از زیر دیواری دونش برداشته بشه نکنه همه دیوار رو پایین برسه، اینها هم راهی
خارج شدن. و متاسفانه من امشب هم دیدم در برنامه پیشین مثل آقای فروزنده و آقای خدابخش هم صحبت کردن، یه درودی دارم خدمت دوتایشون، صحبت سر همین مسئله بسیار درست هم شد که اینها ناگهان آمدند و با آغوش باز بسیاری از رسانه های برون مرزی، منظورم هنوز حتی رسانه های آمریکا یا بی بی سی و غیره نبودش، همین رسانه های لس آنجلسی و بسیاری از دوستان فرهیخته ای که برنامه های بسیار پربیننده و شنونده دارن، برای اینها به دلایل گوناگون از دوستی گرفته تا حالا هر گونه فرضیه ای درب را باز میکردند و پلتفرم و میکروفون برای اینها میشدند و یواش یواش برای یک فاز زمانی اینها تونستند جایگزین اون چیزی که در حقیقت شبح اپوزیسیون کلاسیک علیه حکومت جمهوری اسلامی بود به خوبی بشن. حالا هم که خب با گسترش بیشتر برنامه های صدای آمریکا و بی بی سی در دامنه اونها هم دیگه علناً فعالیت میکنن. آقای بهنودی که در متن آقای رفسنجانی سردار سازندگی مینوشت، امروز در بی بی سی برای شما مرد بزرگ ایران رو کی هستش بین فردوسی و غیره غیره برای شما تعیین میکنه، رئیس هیئت جوری میشه. آیون علمداری و نمیدونم عرسی و اینا هم که همینجا هستن، باقر پرهام و غیره و غیره هم به همون کارها به عنوان آنالیست مثل آقای نوریزاده و غیره دارن ادامه میدن. گرچه که آقای نوریزاده مدتیست تغییرات فزاینده ایشون کرده اند که امیدوارم برخلاف گذشته که پایدار نبوده، این بار اصولا پایدارتر باشه با تجربه از اشتباهاتی که حتی خودشون شنیدم چند وقت پیشم در برنامه با شهرام اومانیون میگفتن. امیدوارم این بار این اعتراف به اشتباه این نباشه که دوباره اشتباه جور دیگر فردا یا پس فردا تکرار شده. هر صورت اما رسید این جریانات سرانجام به اونجایی که پای انتخابات ریاست جمهوری 3 سال پیش بود و خب باز هم حالا به دلیل فاکتورهای بین المللی، خطر احتمالی جنگ، خطر اون موقع ایجاد تحریم و غیره و غیره، بخش های درون حکومت این صلاح رو دیدن که یک بار دیگه بیاین و بازی دیگری رو انجام بدن که نام رنگ جنبش سبز گرفت یا به قول بنده آبرنگ بازی. اما بسیاری از هم‌میهنان ما واقعا با باور به این که بتونن از طریق بد کمتر از اون بد کمتر از بدتر بتونن پوانهایی رو بگیرن، درست این همون 1378 به این جمع پیوستن و خب ما شاهد یک سری شوی انتخاباتی بودیم که شاید در خارج هم گستردگی این و جشن و رنگامیزی و پوسترها و غیره و غیره و این رو نبینیم و حکومتی که برای خانوما بسیاری چیزها رو آغ میکنه، ناگهان دیدیم خانمای انواع و اقسام رنگ و وارنگ انواع و اقسام در پوسترهای تبلیغاتی و غیره و غیره پیدا شدن. اینا به طور گسترده ای هم پخش میبینید که خوش از کسی خوش سوال کنیم این حکومت همون حکومتی نیست که میگیره به شلاق میکشونه و غیره و غیره اگر مبانی شرعی رعایت نشه. اما جریان چه سالا در هر صورت در اون چیزی که اوفوریا نام داره، اون سرمستی، این هم باز رفت و سرانجام به پای رأی‌گیری رفت و از در رأی‌گیری هم خب حالا در میان اون لحاف دعوای لحاف ملا یک بخش آقای احمدی نژاد آمد بیرون و اون چیزی رو که نام گرفت که رأی من کن. خب بسیاری مسلمن دیدیم این حرکت رأی من کور رو دادن، بسیاری هم مسلمن ندادن، چون اگر باور ما بر این باشه که این حکومت از آن اساس و بن از روز رفراندوم کذایی خودش و انتخاباتش همه و همه با دروغ و تقلب و ریا و تزویر بود، حتی در به وجود آمدن بخشی از اون چیزی که انقلاب اسلامی در 1357 شد به نام گفته خود آقای گنجی، اکبر گنجی رو میگم که ما دروغ گفتیم مثلا جریان صمد بهرنگی رو یا جلال آل احمد این گونه تجویز کرد، حالا که صمد مرده بیاییم به درد منافع انقلاب بخوره، صمد غرق شده بود در رود ارس، بیایم بگیم نمیدونم رژیم کشته، یا سازمان مجاهدین بسیاری امروز میدونیم که در پاکسازی های درون سازمانی موقع بعضی وقتا به خون و خون کشی شده بود. اینها من نمیگم اون حکومت پیشین مبراست هیچ گناهی بود یا کسی دماغشون، نه چرا، اعدامم شدن بسیاری و غیره و غیره، اما بسیاری رو هم این مخالفان
در حقیقت با دروغ یک جوی رو مشتعل‌تر کردن در هر بخشی از این مخالفان. و امروز هم می‌بینیم آقای گنج و غیره میگن، بعدم حکومت اسلامی اصلا با ریشه دروغ و ریا به سر کار آمد. حالا از طبیعت و دیکتاتوری رو الله خمینی هفته پیش دیدید، سخنانش رو نشون دادم، از اونها بگذریم. اساس این حکومت با ریا و تزویر بود. حالا اینکه رأی من کو، من گمان کنم اونهایی که لااقل مثل بنده و بسیاری احترامی برای خودشون قائلن، اصلا دادن رأی در این حکومت عین توف سربالا یا توهینی میمونه. در هر صورت بخشی از هم میهنان به هر دلیلی کم هزینه تر بودن، بده و کمتر از بدتر و غیره، اونها این باور رو داشتن و باورشون در حد دانش اون زمانشون قابل احترامه. به خیابان ها آمدن و بار دیگر باز هم دیدیم که بعد از چند روزی ماشین سرکوب نظام از اون حدی که اومد، یک جریانی که باید کانالیزه میشد فراتر بره، به راه افتاد. و دیدیم که در خارج از کشور هم اون کسانی که دائم دایه دموکراسی و غیره و غیره میزنن، امروز بهار عربی و غیره میکنن، در 3 سال پیش لام تا کام و سخن بسیاریشون نگفتن، از آقای اوباما گرفته تا غیره. در هر صورت در فقدان این که در تمام این سالها در خب در داخل کشور نمیشه این توقع رو داشت، اما در خارج از کشور اون چیزی که باید یک اپوزیسیون اصولی به وجود می آمد، بیشتر به دنبال بازی ها و یا چمدون کشی خود حکومت اسلامی بود، یا به دنبال تس ها و یا اشخاصی رو که حکومت از طریق هواپیما و مرز و غیره خودش می ذاشت اینا بیان بیرون و در حقیقت به تشویش بکشونن، با کمک بسیاری در همین رسانه های گروهی، حالا دانسته یا ندانسته، دیدیم که عملا چیزی نبود، وجود نداشت در برای که اون زمانی که نیاز هست بتونه اون حرکت توده ای رو گسترش بده، تشکیلات بهش بده، به دامنه دیگر اخشار جامعه، کارگران، زحمتکشان و غیره و دیگر شهرها و کوههای ایران بکشونه. و در نتیجه چون هم با صحبت بر سر این بود که دارندگان این حق کپی رایت رنگ سبز ما چه بخواهیم چه نخواهیم، در اسهان خارجی آقایان میر حسین موسوی و آقای کروبی هستند. میر حسین موسوی که خودش در زمان جوانی جزء سازمان مجاهد، طرفداران سازمان مجاهدین خلق بود، برای اطلاع اونهایی که نمیدونن آقای حسین قرنبل، و بعد هم در تشکیلات به قول معروف به حکومت رسیدن روح الله خمینی، و بعد هم یک بلوز عوض کن و دشمن مجاهدین رو نخست وزیر زمانی که در حقیقت صد تا مجاهد در سال 67 و دیگران رو در زندان‌های ایران اعدام میکرد. یک بخشی از جامعه خوشبختانه این بار یک حالت آگاهی داشت و اون زمانی که به یاد خوب بیاریم، علارغم این که بسیاری از سروران من اینجا در خارج از کشور مثل آقای مرتضی محیط می آمدن و سعی کردن از خانم زهرا ننورد در اتفاق یک مصاحبه که 3 نفره بود در همون سال اول، من بودم آقای فروزنده در کانال اندیشه این میز گرد رو بین من آقای محیط میگردوندن، من از طریق تلفن بودم و ایشون آقای محیط در استودیو، چنون ایشون از خانم زهرا ننورد داشتن تجلیل میکردن، من واقعا به ایرانم سوگم میگم، برای لحظه ای شک برم داشت که نکنیم ما راجع به کدوم زهرا رهنورد داریم صحبت میکنیم. آیا داریم در مورد خانم زهره کاظمی، همسر میر حسین موسوی که از به قول معروف خانم تو دلبروهای دانشگاه تهران بود و ناگهان آمد و اون خوزبلات رو در زمان حکومت اسلامی اوائلش نوشت و در حقیقت حجاب اجباری و توسری برای زن رو توجیه کرد و گفتمان اون گفتمان نوشتاری رو هدیه به اینها کرد برای اینکه اینها بتونن به اون رجوع کنن، برای سرکوب زن ایرانی رو صحبت میکنیم یا یه زهرا رهنورد دیگه، به ایران هم سوگند دارم بهتون میگم، من واقعا متعجب شدم، نکنه من دارم اشتباه میکنم. در هر صورت این هم متاسفانه اون چیزی بود که در خارج از کشور آمد و چند سال چیز کرد. اما یک جا ما دیدیم که خود آقای میر حسین موسوی مجبور شد برای اینکه خودی ها رو
مطمئن کنه که این بازی در حقیقت تا حدی هنوز تحت کنترل خودمونه، برگشتن گفتن ما میخواهیم به دوران طلایی امام برگردیم و قصد من همون قانون اساسی جمهوری اسلامی است. یعنی یک قانون اساسی ایدئولوژیک بسته که ولایت فقیه رکنش در اون هستش و تمام چیزهاش رو از کتاب به اصطلاح مذهبی میگیره، نه از آرمانهای ملی، نه برای ایرانی که ممکنه بهایی باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، مثلا بی خدا مثل بنده باشه. من خدا دارم، خدای ابراهیمی من ندارم. پس ما همه تکلیف ما چی هست؟ به عنوان شهروندان. و اینجا دیدیم موقعی که آمدن همین رسانه های برون مرز و خصوصا بی بی سی و رادیو اسرائیل، اگر خوب اونایی که به یاد دارن، گفتن که در فلان روز قراره که در مسجد جامعه تهران همه جمع بشیم در دفاع از میرحسین موسوی، در تهران 14 میلیونی زیر 1000 خودی رفتند، جمعیتی که 2 میلیون حدودا در تهران روزهای قبل از اون بود. مردم این بار به هوشیاری رسیدن. الان هم میبینید مدتی است به اصطلاح در بازداشت خانگی هستن، حالا اونی که واقعا مخالف رژیمه، اوین میره به اونجا، میره که نمیدونن دیگه از کجا بر میگرده. حالا اگر در هر صورت دعوا هم سر لاف ملاس دلخوری های خودی آقایون است دیگه، از علی شیخ علی تهرانی که بدتر نیست، در عراق علیه تمام اینا حرف میزد، امروز هم در ایران زندگی میکنه، با خود همینا میسازن کنار میان. اما منظورم هم میهنم اگر بشه لحظه جناب آقای اماد ببین، چون حرف خانم زهرا رهنورد رو زدم، اون لینک شماره 2 رو اگر میشه لحظه برای دوستان نشون بدید. این دوستان، این کتابی است به نام زیبایی حجاب و یا پوشش اسلامی که نوشته خانم دکتر، اگر دکتر بنامیم، دکتر منظور شنگول منگول هستن اینا، دکتر زهرا رهنورد هست. یعنی همین کتاب ها و همین این و این یک سایت پاکستانیه که آش من خورده دهنه نسوخته که این کتاب رو داره روش، مثل همون اول انقلاب در ایران، روی این دارن تکیه میکنن و برای اینکه حجاب به قول معروف چه محبتی است و اینکه اصولا زن بی حجاب این خواسته امپریالیسم و از این گونه خوزبلات هستش. حالا اگر صحبت رو خانم زهرا رهنورد آوردن در این حد که من برای شاگردانم میگم اون رنگی رو که دوست دارید تنتون کنید، من گمون کنم این برای اونهایی که یک مقدار حافظه داشته باشن و یا جنبش فمینیستی رو به هر براش احترام داشته باشن و برای تمام زنانی که در این را از اولین اونها فرخوه پارسا، برخلاف بعضی از دوستانی که من گمون کنم بیشتر از چپ وارونه باشن، در اون حب و بغض در حقیقت ضد مدرنیستی پهلوی رو سعی میکنن میشه کتمان کنن، زنی که بسیار کرد برای آزادی و برای برابری زن ایرانی در مدارس و غیره و غیره و آخر سر هم این باعث مرگش شد، و دیگرها از بسیاری از فمینیست های بزرگ ایران، پروین اعتصامی گرفته یا اصلا اولین اونا شاید طاهره قجران‌عین. من گمان کنم این توهینی باشه به زن ایرانی و به شعور زن ایرانی که در حقیقت من الان به تو میگم که تو چوب بخوره تو سره، ولی چوبت میتونه به قول من رنگش قرمز باشه یا رنگش سیاه باشه، خود انتخاب کنی، آزادی رو تو داری. یا همون حرف کذایی که خانم امامپور در همین راست زد، چون اونم خیلی یه موقع سنگ سینه آقای خاتمی رو میزد و ایران میرفت و میامد، اگر همه خوب به یاد داشته باشین، بالا خانه پدری پس گرفت و اینها، همه اینها بماند. ایشون یک در این جلسه در سان فرانسیسکو گفته بود که زن ایرانی وضعش اصلا بد نیست، نگاه کنید در عربستان سعودی زن حق رانندگی نداره. این حرف رو این خوزبلات و خانم امامپور حدود 8 سال پیش گفت، غافل از اینکه زن ایرانی قبل از حکومت اسلامی هلیکوپتر هوا نیروز یا هواپیما میرون، بس سفیر سیار بود، وزیر با اقتدار بود، اونم نه وزیر مترسک در گوشه ای به قول معروف. اما این رو که دیدیم، اجازه بدیم بریم به یادی بکنیم از اون روزها در تهران 3 سال پیش. جناب آقای اماد اگر امکان داره ویدیوی 3, 4, و 5 رو که در جمع 5 دقیقه و خورده ای هست، دوستان اون روزهای شکوهمند رو به یاد بیاریم و برمیگردیم در حضورتون خواهیم بود.
باریکلا به این جوونا، باریکلا به این، یه آب بسیار جو بخون شکلات بسیار جو حالا اینو مطمئن بزن این ماشین گفته خراب آسیس دادن که بودیش من دمتون گرم، باریکلا دستتون اونجی بکنی راه ها رو بستن الله اکبر میگن باید کردن تکلیه کشون با این شفاقا بشید
بله دوستان، همون گونه که دیدید تظاهراتی بود که 3 سال پیش به وسعت بی سابقه، یعنی اگر 18 تیر چندین و چند هزار آمده بودن، این بار جمعیتی بالای 1 میلیون رو در سطح تهران تنها صحبت میکردیم. و متاسفانه همون جوری که اشاره کردم به دلایل گوناگونی که سطحی از روشون رد شدم و میبایست مسلما من گمان کنم به جای اینکه وقت گرانبهای رسانه ها برای پروموت کردن هر چند وقتی کسی یا کسانی بشه، اونم به زور، حالا کسی میاد پول پخش میکنه یا غیره، چون هست این چیزها متاسفانه، به عنوان چه میدونم اصلاح طلب، به عنوان دموکراسی طلب، به عنوان جریان دانشجویی یا غیره، که اتفاقا 18 تیر هم که هر سال میشه باز دوباره یه عده رو میارند و حالا در موردشون بسیار هم صحبت و سوال هست و سعی میکنن اونها رو با طریق مجرانه بسیار آبرومندی که سابقه پروموت کردن بسیاری رو داشته اند، اینها رو دوباره سعی کنن به خورد جامعه ایران و مردم واقعا بی‌پناه ایران بدن، که من گمان کنم در یک سنی هم که خصوصا بعضی از ما میرسیم، گمان کنم همه ما خواهیم رفت. اون نیکنامی و درستکاری ماست که ازش نیکنامی ما میاد که آخر سر میمونه، نه بهشتی وجود داره نه جهنمی، اون چیزی که میمونه نامه، خصوصا کسانی که نام نسبتا خوبی هم دارند. من گمان کنم خصوصا اگر این همه در بین کارهای بسیار شایانی که در این سالها کردند، اما هر چندگاه کسانی رو آوردن از همون تاریک خانه که گفتم به دلایل گوناگون بزرگ کردن، دست از سر جوانها برای این برنامه بردارید. من اتفاقا داشتم برنامه رو میدیدم که آقای دایی سخن میگفتن، من آشنایی با ایشون هم خیلی هم درود به ایشون دارم، به خوبی به دیگران و خصوصا در اون برنامه میگفتن، فکر کنم برنامه های میبودی بود، میگفتن که ما اگر ایراد میگیریم دلیل دشمنی نیست، باید یک جا یاد بگیریم ما پاسخگویی رو. و فکر کنم هفته پیش هم کسانی برنامه دیدن و در برنامه پیش خودم به این موضوع بسیار اشاره کردم، اینا لازمه یک جامعه سالم و دموکراتیک هست. اگر پاسخگویی و مسئولیت وجود نداشته باشه و اشخاص رو ما هر چند وقت بیاریم چون مثلا آقای فلانی آمده پول خرج میکنه یا این رو مورد حمایت قرار بدید یا غیره، ما به جو مردم ایران کمکی نکردیم. و من اینجا درودی دارم به آقای دایی برای این گفته بسیار صحیحشون، به قولی که از بس ما گفتیم همه با ما چپ افتادن، شاید به عنوان یک دونه رادیکال هنوز به چشم میخورم و جای تأسف هست، ولی فکر کنم درستی درش وجود داره این حرف. در هر صورت دوستان صحبت زیاده، مسلما اگر دوستانی که حافظه تاریخی دارن به یاد دارن نزدیک 10 سال اندی پیش صحبت از چیزی بود به نام نیروی سوم. این رو من یکی از دوستان در کادر کمیته هماهنگی جنبش دانشجویی برای دموکراسی در ایران در اون زمان آمدیم تدوین کردیم، به بیرون دادیم، بسیاری از رهبران سیاسی گوناگون از شاهزاده رضا پهلوی تا آقای بنی صدر گرفته، همه صحبت از اون نیروی سوم در فراسوی جناح‌های حکومت، یعنی اصلاح طلب و قشری طلب یا هرچه اسمی بخوان براشون هر روز درست میکنند و خریدار متاسفانه داره، این یک نیروی با ویژه‌های ملی و سکولار خودش صحبت میکنیم. اما متاسفانه که تمام این رهبران هم هر چند بار به دلیل مشاورت های بسیار اشتباه یک راهی رو که رفتن هر چند وقت یک بار این راه درش تغییر پیدا کرد و باز هم بازی هایی مثل رفراندوم و غیره غیره در ساختار رژیم و از این برنامه بیرون اومد و این آمادگی نبود برای که از این تصاویری که دیدی از این جمعیت بشه از این پتانسیل استفاده رو کرد برای اینکه همه رو به سرانجام مقصود رسوند. امیدوارم این تجربیات بسیار سنگین، این خونهایی که در ظرف این 33 سال ریخته شده، خصوصا در این 3 سال پیش و هنوز هم دارن دار میزنن هر روز به عناوین گوناگون در زندانهای ایران، یک روزی رهبران سیاسی ما رو واقف به مسئولیت اصلیشون بکنه، که وظیفه شما کلوب
سوشیال یا دوستی یاهو یا چتروم نیست. وظیفه شما یک وظیفه سیاسی است. در کار سیاسی آدم یک عده مخالف و یک عده موافق میسازه. اونهایی که اگر مخالف شما هستند مخالف ایدئولوژیک نیستند، دیر یا زود خواهند درک کرد، مثل بقیه جناح‌های جامعه که امروز درک کردن صحبتشون پاسخشون در فراسوی ساختار کلیت و تمامیت جمهوری اسلامی. حتی مثل جناح‌هایی هم که نام بردم امروز دیگه جمهوری اسلامی رو لااقل در حرف محکوم میکنن و جورای مختلف داره، البته من صحبتش طولانی است. این رو با رهبران ما یک روز درک کنن. دفعه دیگری که این اتفاق افتاد باید براش قبلش سازماندهی و تشکیلات وجود داشته باشه. این کمکاری ما بوده. در اصل دوستان عزیز، برگردون این برنامه در آدینه همین هفته از ساعت حدود 5:30 بامداد به بعد کالیفرنیا پخش خواهد شد که در برابر ساعت ایران همون آدینه از ساعت 5 بعد از ظهر به بعد خواهد بود. در پایان ویدیو و آهنگ جاودان هست از فریدون فروغی، برای لحظه‌ای که همه ما فکری بکنیم برای آیندگان و برای این جوانها. اینها واقعا دارن میان، اینها کمک میخوان. بس این کلوبای دوستی در خارج، پول گرفتن ها، یکی رو به عنوان دانشجو، یکی رو به عنوان فلان بزرگ کردن یا غیره و غیره. واقعا بس این بازی ها. خجالت هم تا حد زیادی خوب چیزیست. واقعا بس. چقدر کراوات و چرک و چهار میکنید، بس چنین چیزی. به نام ایران، زادگاه زیباتری اندیشه ها، تا برنامه دیگر. ای مزاهد، ای رسمنده، زمان باش و توه یکی شدن، زمان پیوستن ما، زمانی که تلطف شبها شکسته شد، وقتی که هر صدا شعر توفان بود و هر مشت گره شده جوانه آزادی، مسینه ها مسیر گلوله را ترسیم می کرد، فاتحانه از شط خون گذشتیم تا واژه مقدس شهادت به نام شجاعان به پیوندد و جاودانه در یادها بماند. با فرمان الهی صبح روشنی در قلب سیاهی، گریه ما فریاد ما شد، شلاغ خون خواهد مردش رسیده، ای خلق دیده. Oh, my God.
نقشه برام نقشه آفرینم تو نقشه برام و اینک و اینک اگر آزادی محصور شده باشد این را بدانی این را بدانی که مشت‌های گره کرده خلق ما محصور شدنی نیست.